بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سهشنبه پس از ورود به نوار غزه از این منطقه بازدید کرد وی میزان خرابی ها را غیرقابل قابل توصیف دانست و تصریح کرد که این خرابی ها خیلی بدتر از خرابی هایی است که در جنگ سال 2009 مشاهده کرده ایم او همچنین در جمع خبرنگاران گفت از رهبران دو طرف فلسطینی و اسرائیل میخواهم که مذاکرات خود را از سر گیرند تا به این ترتیب بتوانند نکات و دلایل ریشه‌ای اختلاف میان دو طرف را دریابند در اینجا زمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و متاسفانه خشونت نیز ادامه خواهد یافت بیش از 20 هزار خانه مسکونی در جریان جنگ پنجاه روزه میان حماس و اسرائیل تخریب شده و حداقل 100 هزار نفر از اهالی غزه خانه‌هایشان را از دست دادند. سفر بانکیمون همزمان با رأیگیری پارلمان بریتانیا برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور همراه بود این رأیگیری که موافقت اکثر اعضای پارلمان را در پیداش از سوی مقام های فلسطینی به عنوان گامی مثبت تلقی شد اما مردم اسرائیل به آن واکنش خوبی نداشتند این شهروند اسرائیلی میگوید به نظر من تصمیم پارلمان بریتانیا تصمیمی شتاب زده است و تصمیمی نیست که کشور خارجی که در میانه درگیری ها نیست میتواند اتخاذ کند همزمان با دیدار بانکیمون از غزه تاکنندگان کنندگان بین المللی وعده دادند که مبلغی معادل 5 ما 4 میلیارد دلار کمک برای بازسازی غزه اهدا کنند.